برای ایالات متحده و بسیاری شرکای ما که به افغانستان توجه دارند وضعیت دشوار و پیچیده است ما می خواهیم به مردم افغانستان که نیاز به کمک های شدید دارند کمک کنیم و در این زمان از طالبان می خواهیم که میارهایی را که قبلا گفته بودند مراد کنند یا حداقل در مورد آن چی صحبت می کنند باید آن را ثابت کنند به این معنی که آنها از حقوق بشر، حقوق زنان، قانون و همه این مسائل حراست می کنند. این اهداف اکنون در مغایرت قرار گرفتند. ما با ناچاری تلاش کمک برای مردم افغانستان را داریم که تقصیر آنها نیست و بدون مراقبت های صحی در هوای سرد با مشکلات روبرو در این زمان ما نمیخواهیم به طالبان که به تعهدات خود عمل نکردن اجازه دهیم اما از آنها میخواهیم که تعهدات خود را عملی کنند در ملاقات اصلو طالبان واضحا آن را به نفع خود در رسانه های خود منعکس می سازند که گویا آغاز به شناختن یا قانونی شدن حکومت برهبری آنها در افغانستان است که این مسئله واقعیت ندارد و به رسمیت شناختن وقتی می شود که آنها اتحاد ملی را به میان آورند در این زمان ما متحدانه با طالبان به عنوان یک وسیله سیاسی برخورد می کنیم و از نفوذ خود بر آنها استفاده می کنیم تا با تغییر رفتار خود یک حکومت همشمول را که اکثریت جامعه بین‌المللی از آنها می خواهند و برای آینده افغانستان نیاز است تشکیل دهند. قرار است نشستی در مسکو با حضور نمایندگان <مزكا> گروه مقامت ملی افغانستان برگزار شود برای شما یا <مزكا> برگزاری بر همچون ملاقات ها با گروه های مختلف سیاسی میتونه که به یک راه حل سیاسی و حکومت همشمول در افغانستان بیانجامد. If the meetings آن ملاقات امر خوبی خواهد بود اما تردیدهایی وجود دارد در واقعیت هنوز آنها میخواهند تلاش کنند و من گزارش های مرتبط را دیدم طالبان باید با قدرت های سیاسی و سایر افرادی که در افغانستان هستند بحث سیاسی داشته باشند فکر نمی کنم که واقعا آنها همچون تمایل داشته باشند اما ما و سایرین و افغان باید به طالبان فشار آورند این نمونید است که در یک نشست یعنی نشست اصلو زنان و فعالین و قزن و طور مستقیم با های طالبان صحبت کردن نظر شما چی است؟ آیا فکر می کنید که طالبان به خواسته های زنان افغان پاسخ خواهند داد؟ wish could کاش می توانستم بگویم که صدای زنان شنیده می شود اما می دانم که بسیار خوب است که در این نشست زنان و فعالین حقوق زنان با حیات طالبان صحبت کردند و مرا به یاد بحث های یک سال یا شش ماه قبل در دوهم می اندازد که شمار بسیار در قسمت تعهد طالبان خوشبین بودند که به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت نظریات طالبان در قبال افغانستان هنوز روشن است و از نظریات اکثر افغان ها به خصوص خواسته های زنان تفاوت دارد بحث ها باید می شد اما به نظرم نشانه امیدواری وجود ندارد فقط بحث در این مورد یک نشانه امید است به نظر شما بین سیاست های ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برخورد با طالبان هماهنگی وجود دارد و برای پاسخ به وضعیت بحران بشری در افغانستان هم نظر هستند فکر می کنم یک هماهنگی خوب و تماس میان امریکایی ها و اروپایی ها و سایر کشورها وجود دارد کاش این روابط مستحکمتر و تر می بود. من و سایر کسانی که در افغانستان تایی دهه گذشته بودیم از چندین ماه بدین سو خواهان بیشتر شدن تمایل سیاسی هستیم نه اینکه فقط راه کمک به مردم افغانستان را پیدا کنیم به خاطر که طالبان رهبری را به دست دارند و اجازه نمیدهیم که از آن سوی استفاده کنند به همین دلیل باید یک موقف سیاسی بسیار قوی سریعا اتخاذ شود تا بر طالبان فشار بیاورند که به جهتی که ما میخواهیم تغییر رفتار دهند اند. اگر این کار شود که امیدواریم شود باید هرچی زودتر رهبران ارشد امریکا و اروپا روی این مسئله فشار بیاورند طبق گزارشها طالبان در نشست اسلو برای دسترسی به سرمایه منجمد شده افغانستان تاکید نمودند. به نظر شما این کار عملی خواهد شد فکر می کنم این کار به دلایل امکان ندارد هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی بسیار مهم است که درک نماییم که هیچ تضمینی وجود ندارد که پول افغانستان در ایالات متحده یا پول مربوط حکومت قبلی افغانستان یا مربوط سایر افغان ها که در کتگوری های مختلف وجود دارد این وجوه مالی به طالبان پرداخته شود و از آن چه طور استفاده می کنند در میان گروه طالبان افراد دهشت و مجرمین هستند که مثال بزرگی حقانی است چطور می توانیم بر همچو افراد اتکا کنیم که از منابع مالی افغانستان مراقبت کنند به نظرم هیچ کشوری نمی خواهد که پول مردم افغانستان را به طالبان برای استفاده در آینده نیز گذار کنند آنچه که ما می توانیم انجام دهیم ده و باید شود این است که به طور اضطراری کمک های بشری به مردم افغانستان رسانیده شود تا از مشکلات زمستان در آیند و برای آنها تا بهار و تابستان کافی باشد. روش های مسئله فشار بر طالبان چیست که آنها با حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت ها احترام گذارند به خاطر که گزارش ها از آزار اذیت مردم در طالبان وجود دارد و بانک آنکه طالبان رو رد کنند، اما جامعه جهانی چطور می تواند که دختی ها را متوقف سازد؟ well, بسیار جای تاسف است که شماری از مردم در این کشور و در خارج و سایر جاها تبلیغ می که طالبان درک نمودند که نیاز به همکاری بینلی و حمایت از افغانستان دارند و آنها می خواهند بیشتر میان رو و صمیمانه باشند و بحثهای صادقانه در مورد سیستم سیاسی افغانستان داشته باشند این مسئله به نظر من و دیگران فقط یک خیال است و امیدواری اشتباه است